آیا در ایران آنگونه که حکومت ادعا می کند زندگی آرام و روال دلخواه دارد؟ این عکس پاسخ پرسش ماست. و این عکس دوم که از مدارس داخل ایران آمده است. در پی آتش سوزی در زندان اوین، شمار قربانیان در نوسان و ضد همدیگر مخابره می شود. تا این لحظه بین 4 تا 8 کشته و شمار زخمی ها بالای 60 نفر بود است. تلویزیون فرانس 24 می گوید تلویزیون حکومت خیلی سریع به محل رسید. مقام دولتی به دوربین گفت اینجا کارگاه خیاطی بود تا منبع درآمدی برای زندانیان باشد و آتش از اینجا شعله ور شد. خبرنگار تلویزیون فرانسه می پرسد ولی حریق چگونه و به چه دلیل آغاز شد؟ حکومت گفته درگیری بین خود زندانیان بوده است و باز گوینده فرانسوی میگوید این نظریه هنوز از باور مردم فاصله بسیار دارد. رامین پرام به گفته یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی تکیه دارد که یکی از مقامات زندان به او گفته بود شنبه به زندان باز نگردد. به هر حال قتل مهسا امینی کاری کرد که خواب را از چشم حکومت گرفت. نشریه وست فرانس نوشت ایران ملتی برخواسته است. خانم فروغ دادخواه معاون شورای استان بروتاین از اعضای شورا خواست به سنت قدیمی ایرانیان اعضا کمی موی خود را کوتاه کنند. خانم فروغ دادخواه شخصیت ایرانی که مورد احترام مقامات فرانسه قرار دارد. وزیر خارجه بلژیک خانم لعبیب میگوید پرونده آتش سوزی را از نزدیک دنبال می کند. آقایان رئیسی و سلامی هر دو می گویند وضعیت امروز توطئه غرب است، ولی با این همه قلب و مغز جوان و نوجوان ایرانی را نشانه می گیرند. در این میان در مسابقات سئول که خانم الناز رکابی به مقام 4 رسیده، حضورش بدون حجاب از خبر پیروزیش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان خواهر بنجامین بریه گروگان فرانسوی نگران برادر زندانیش به هر در و پیکری میزند. امریکا به حکومت تهران گفته آنها مسئول جان شهروندان امریکایی گروگان گرفته شده در ایران هستند. هواپیمای ونزوئلایی با سرنشینان سپاه پاسداران که شمارشان 7 گزارش شد در آرژانتین 1 ماه را در توقیف تجربه کردند و حالا اجازه ترک آرژانتین را یافتند. در اوکراین جنب و جوش‌های تازه خبری و از طرف دیگر نظامی و درگیری دیده می‌شود و این در حالی که حزب الله خود را همچنان مدافع روسیه می‌داند، ژنرال سورولیکین که از سوی آقای پوتین برگزیده شده و تجربه سوریه را دارد به ژنرال پایان دنیا شهرت یافته است. این خبر میگوید پهپادهای ساخت ایران به آسمان اوکراین رسیده است. و باز در یک فیلم میبینیم پلیس این کشور به پهپادها شلیک میکند تا مانع خرابکاری آنها بشود. تهران مدعی است هیچ پهپادی به روسیه نفرستاده است. 20 کنگره حزب کمونیست در پکن دیروز کار خود را آغاز و تا 1 هفته به آن ادامه خواهد داد. و حالا در پایان در آستانه بازی‌های قطر گفته می‌شود این کشور تبدیل به موزه هنری شده است. برای باور و قضاوت به این فیلم کوتاه توجه کنید.